برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز اسلامی مهدی از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزه لوح در شهر آتن پایتخت کشور یونان در روزهای گذشته میزبان شیعیان و اعضای حسینی گلزار حضرت زینب سلام الله علیها بود. شیعیان هندی و پاکستانی این حسینیه در این اقدام با حجت الاسلام سید هاشم خاتمی نماینده آیت الله العظمی شیرازی دامزه لوح در کشور یونان دیدار و درباره اوضاع شیعیان ساکن یونان و مشکلات آنان با وی گفتگو کردند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو گزارش داده که در سال 2022 میلادی 86 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده و این بدان معناست که تقریباً به طور متوسط هر 4 روز یک خبرنگار کشته شده است. قابل ذکر است بین سالهای 2019 تا 2021 میلادی به طور متوسط سالانه 58 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده بودند. منابع محلی از سفری گروه اسلامی به نام شورای جهانی جوامع اسلامی به منطقه مسلمان نشین شینچیانگ در غرب سرزمین پهناور چین که بیشتر ساکنان آن را اویغورها تشکیل می‌دهند و به ترکستان شرقی شهرت دارد خبر دادند. گفته می شود این گروه شامل 30 شخصیت از 14 کشور اسلامی بوده و ریاست آن بر عهده علی النعیمی از کشور امارات بود و آنها در دیدار با مسئولان دولتی چین از نقش این کشور در مقابله با پیوستن مسلمانان اویغور به گروه‌های مسلح تروریستی و افراطی تشکر کردند که این تقدیر آنها مورد انتقاد قرار گرفت. منابع رسانه‌ای از ارسال نامه‌ای از سوی 20 سازمان بین‌المللی خطاب به حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین خبر دادند. گفته می شود در این 20 مؤسسه در نامه خود از پادشاه بحرین خواستند زندانی محکوم حبس ابد در بحرین دکتر سنکیس را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. او از فعالان سیاسی آزادی بیان در بحرین است. وزارت رسیدگی به حوادث در دولت طالبان می گوید بر اثر بارش برف و سرمای شدید دست کم 26 نفر در ولایت‌های مختلف افغانستان جان دادند و 70,000 رأس دام تلف شدند. این وزارتخانه گفته نهادهای بین‌المللی در نشستی تعهد کردند برای نزدیک به 1,000,000 نفر در افغانستان کمک‌های بشردوستانه ارسال خواهند کرد. زمستان امسال در افغانستان در 40 سال اخیر سردترین زمستان گفته شده. این در حالی است که شهروندان افغانستان بیش از هر زمانی با وضعیت دشوار اقتصادی روبرو هستند. امین قاسم پزشک اوکراینی با جمع‌آوری نسخ قرآن، نسخ خطی و دیگر آثار به جامانده از مسلمانان در کریمه و جنوب اوکراین به تأسیس موزه‌ای در شهر لویو در جنوب اوکراین اقدام کرده است. وی هدف خود از ساخت این موزه را برجسته ترین ساختن ارزش‌های تمدن اسلامی و کمک مسلمانان به فرهنگ و خدمت به جامعه اوکراین توصیف می کند. دیوان دادگستری فدرال آلمان حبس ابد یک عضو داعش را به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت از طریق آزار شدید دو زن ایزدی تایید کرد. گفته می شود از این رأی به عنوان یک نوآوری بین‌المللی یاد می شود، زیرا به ندرت پیش آمده که کسی در دادگاه‌های آلمان به اتهام نسل‌کشی محکوم شده باشد.